देवी शर्मा, देवी शर्मा که عموما برای از او تابستان و زمستان و بهار و خزان یک چیز است. عموما افرادی که هنوز تزکیه نفس نکرده هستند، تزکیه نفس یعنی نکوکاری را آنقدر زیاد پیشه نکرده هستند، به دیو سرما گرفتار میشن. به دیو سرما این قصه در کوهای هندوکش همیشه واقع میشه، در کتلای سخت گذر واقع میشه، کتلایی که بین چترال و پاکستان و افغانستان بین واخان هستن، کتلایی که در بین پامیر زمین بین شغنان و بدخشان هستن، کتلایی که بین ناحیه غاران اشکاشم و سرغیلان هستن، کتلایی که بین زیباک و برادر چترال هستن، کتلایی که بین بروغیل و چی هستن به حساب گلگت و ایجا هستن، کتلایی که بین پامیر و چین هستن، کتلایی که در مرغاب هستن، از اون طرف در تاجیکستان هستن، میگه که دیو سرما در اونجا حمله میکنه. این چگونه است؟ این با رنگ های مختلف خودم میسازن. گاهی میشه که توسط باد فعالیت میکنه، گاهی میشه که توسط برف فعالیت میکنه، گاهی توسط یخ فعالیت میکنه، و گاهی میشه که توسط رعد و برق فعالیت میکنه. افرادی که تزکیه نفس نکرده ایستن و به دعای مادر گیر آمده باشن، یعنی به دعای مادر، یعنی به مادر خدمت نکرده باشه، کدام روزی گفته باشه که مادر که خدایا بچه‌م وقتی خدمت مرا کردی دیو سرما تو را بزن. بازی هرگاه وقتی که سفر میکنه اگر همیتون با همی اوصاف همی آدم باشه بازی حرکت میکنه، مثلا وقتی که در دامن کورسی ساحه کتل یک منطقه را تای کرد، باز دیگه اگر دیوی سرما بخواهد که حمله کنه اول بسیار یک تنباد وحشی میخیزه، در حالی که آسمان صاف است میبینی که این قبر در آسمان پیداست، این قبر کرد همین عبر انکشاف کرد، سیاه سیاست، همین تن سیاه ازی در حقیقت دیوی سرماست. در این مایی که تموز تابستان هم باشه در اون قله وقتی گیر میکنه همی عبر خدا انکشاف میته، در بشکل همی عبر رعد و برق میشه، باران بسیار سریع میباره، از یک طرف شمال باد میزنه، از طرف دیگه باران میزنه، کالا تر میشه. بنابراین در این وقت است که دیو سرما پایین میشه، که پایین میشه یادم دیگه از خنک سرما میلرزه. باز دیو سرما میگه که چپان بسیار دراز درازی را در تن دارن، پوستین بسیار گرم و کلانی را در تن دارن، نزدیک نمی آیم، از دور به این نفر اشاره میکنن که بیا در زیر بغل ما دارا که از سرمان جهات پیدا کنی، و ای با امیدی از این وقتی که قریب به این میره ای با صد قدم دورتر میره، صد قدم دورتر میره، بازی میدوه بازی را اشاره میکنن، نه نه تانستی دویدن زودتر بیا. اینالی در اینجا اگر فرد تسکیه نفس باشه کردگی باشه فریبی دیوی سرما رو نمیخوره. میفهمه که یمو دیوی سرماست. این بنابراین چی میکنه؟ خودش در حرکت میذاره، بدن خود گرم میکنه، نشیب میکنه، خود به منزل میرسانه، طرفی از سیل نمیکنه، طرفی عقیب سیل نمیکنه، میره و از نصیب دیوی سرما نجات پیدا میکنه. ولی اوی که نادان است در چنگی از گیر میاید، در چنگی از گیر این صد قدم که طرف طرف باز اشاره میکنه، در حقیقتی به خاطر از این که واقعا همی حالی گرم را میکنه، بالاخره این برای یک ساعت یک و نیم ساعت در همی سرمای جوشان طوفانی همی دیو سرما یادم کاملا تقریبا اعصاب خودم از دست میده. وقتی که میبینه این فریبکاری میکنه به یادش میزنه که اوه مخ فریب میخورم، این هر قدر قریب میرم دورتر شده میرم. باز در اینجا دیو سرما دیگه نیرنگ میرن، او نیرنگیست که یک سنگ کلوخ یا هر چیزی که در کوه هست او را آتش جلوه میده، یه میگه بیا یه آتش گرم شد، یه میده و به اصلاح در قط همی سنگ در کم بغل میکنه، در حالی که سنگی است که یخ هیچ آتش نه علاو نیست گرم کنه، اونه در اون لحظه است که جان از این میبرای و دیو سرما این را چیزی جگر از این را میگن میخوره و دیگه خودی از گم میشه میره و دیگه سیف شکار کرده است بیسم، و این نفر دو کو میمونه، بعد از دو روز میبینن میروان که مرده از این دو کو افتیده است.
حکایتیست که بنفرینی کسایی که بنفرینی مادر گرفتار شده باشن با مادر روی خدمت نکنند در پامیر زمین است و این ما دولت به همه جوشن یا به شما قصه کردم.